اینها پناهجویان و مهاجرانی هستند که به تازگی به جزیره لامپتوسا در ایتالیا رسیدند. تنها در 24 ساعت گذشته حدود 2100 نفر به وسیله قایق‌های غیر میاری وارد این جزیره شدند. سیاسیون از حکومت ایتالیا همواره می‌خواهند که سیاست مهاجرتیش را سختی را نکند. گروه های قاچاق انسان که عمدتا در لیپیا و همچنان در تونس حضور دارند با توجه به آرامش امواج طوفان در بهر تلاش می کنند که پناهجویان بیشتر را به قلمرو اتحادیه اروپا بفرستند مراکز پذیرش پناهجویان در جزیره لامپاتوسا که پیش از روز یکشنبه خالی از سکنه بود به یک بارگی به مراتب از ظرفیتشان مزدهیم شدند مقام های محلی گفتند که آنان زیر فشار جدی قرار گرفتند و نسبت به تواناییشان برای رسیدگی به مهاجران افراد بیشتر در زمان کم به این جزیره آمدند آنان خواستار رسیدگی و همکاری فوری شدند صدها تن از این پناهجویان به کشتی های غیر قابل استفاده انتقال یافتند تا در قرنطین قرار بگیرند سپس از آنها آزمایش کرونا گرفته خواهد شد یک کشتی تجارتی دیگر هم به جزیره لامپادوزا به راه است تا پناهجویان و مهاجران بیشتر را حمل کند کمیسوری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته است که این افراد شهروندان سومالیا، اریتریا، سودان و بنگلدیش هستند. آمار وزارت داخلی ایتالیا نشان می دهند که از اول ماه جنوری امسال تا هفتم ماه می حدود 11 هزار نفر به سواحل ایتالیا رسیدند. این رقم در زمان مشابه سال گذشته به بیشتر از 4100 نفر می رسید. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت 359 نفر در این مسیر جانهای خود را از دست دادند. مسیر دریای مدیترانه یکی از مهمترین مسیرها برای مهاجرانی است که می خواهند خود را به اروپا برسانند. طبق آمار سازمان بین المللی مهاجرت از ابتدای سال 2015 تا کنون تقریبا 530 هزار نفر از این طریق خود را به ایتالیا رساندند. این مسیر بین افریقای شمالی و جزیره سیسیل همزمان یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت به شمار می رود.